بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه بحث خودمون در مورد خانواده اسلامی وارد بحث اختلافات خانوادگی شدیم. مقدمه ای رو در برنامه قبل در مورد اختلاف و بروز اختلاف و اختلافاتی که موجب تنش و ناراحتی و به هم خوردن جو آرام خانواده میشه بیان کردیم. مسئله بعدی که میخوایم آغاز بکنیم مسئله پیشگیری و این که ما قبل از این که به مرحله ناراحتی و تنش برسیم چه کارهایی رو باید انجام بدیم که به مرحله خدایی نکرده دشمنی و کینه و عداوت در خانواده به وجود نیاد و به این مرحله ما نرسیم. یک سری کارهایی وظیفه مشترک بین زن و مرد و فرزندان، یک کارهایی رو باید مرد انجام بده، یک کارهایی رو باید خانم خونه انجام بده تا انشالله پیشگیری بشه از بروز اختلافاتی که دارای مسئله کینه و خدایی نکرده دعوا و جنگ بین افراد خانواده میشه. مسئله ای که برای آقایان خیلی مهمه در پیشگیری از این مشکلات و تقریبا میشه گفت که به نص صریح آیه قرآن که الرجال قوامون علی النساء، کلن پیشگیری بیشتر به عهده مرد هست و این مرد که باید با حسن اداره خودش مانع از بروز اختلافات در خانواده بشه. معمولا اگر در یک اداره ای هم سرپرستی هست، رئیسی هست، برای جلوگیری از اختلافات این رئیسه که باید برنامه ریزی خوب داشته باشه، باید اداره خوب داشته باشه تا از این اختلافات جلوگیری بکنه. کلن سرپرستی خانواده چون با مرده، مسئولیت این تنش ها، مسئولیت آشفتگی در خانواده هم به عهده مرده. این فقط نیست که اسلام گفته باشه مرد سرپرست و سرپرستیش به این معنا باشه که نه او حاکم مطلق باشه و فقط دستورات بده برای اجرا کردن، نه، از اون طرف دستورات شوهر باید انجام بشه، از طرفی مسئولیت خانواده هم به عهده اوست، باید از بروز مشکلات جلوگیری به عمل بیاره. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند در حدیثی که خیلی حدیث در خور تأملیه، همه ی احادیث اهل بیت باید روش تأمل بشه و به مرحله اجرا گذاشته بشه، ولی بعضیش خیلی خاصه، خیلی به عنوان سرمشق میتونه باشه در تمام طول زندگی انسان. حضرت می‌فرمایند الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. برای انسان بالاترین مرحله کمال که میتونه با اینها به همه کمالات برسه، الکمال کل الکمال، در سه چیز خلاصه میشه. مسئله اول در یادگیری تفقه دین، اینکه دین را نه به صورت فقط دانستن سرسری، نه، درش تفقه بکنه. تفقه یعنی دانستن با امعان نظر، با دقت. پس مرحله اول اینه که بدونه تا بتونه عمل بکنه، چون کسانی هستن آدم های خوبی هن، میخوان کار خوب بکنن، بلد نیستن. پس مرحله اول تفقه در دین. مرحله دوم به نتیجه همه امور دنیا دست ما نیست، مشکلاتی بروز میکنه، در این مشکلات صبر و تحمل. و مسئله سوم که الان مد نظر ماست برای آقایان در پیشگیری از بروز مشکلات در خانه و خانواده، تقدیر المعیشه، این که بدونه چجوری معیشت خودش رو اداره بکنه در مسائل مالی. البته بیشتر تفسیر شده این تقدیر المعیشه به مسائل اقتصادی خانواده که رزق و روزی و چجوری خرج بکنه، ولی به نظر من این کلی تره.
در کل زندگی مرد بتونه حسن اداره داشته باشه. حسن اداره یعنی اینکه بدونه از هر کسی چه میزان کار را باید بخواد، چه مسئولیتی را باید به گردن چه کسی در خانه و خانواده بگذاره، چه کارهایی را باید خودش انجام بده، چه کارهایی را باید به عهده خانم خانه قرار بده، چگونه از خانم خانه قدردانی بکنه، کی خانواده نیاز به تفریح داره، کی نیاز به جدیت داره، کی نیاز به این داره که خانواده دور هم جمع بشن، کی نیاز هست که مثلا فلان چیز برای منزل تهیه بشه و کلیه امور خانه و خانواده. این مرده که میتونه با اداره خوب بیشتر مشکلات رو تا اون جایی که مشکلات مربوط به اداره میشه که خیلی هم مشکلات زیادیه، بیشتر این مشکلات رو از بروزش جلوگیری بکنه و از اختلافات و تنش‌ها جلوگیری به عمل بیاره. خیلی وقتها در خانواده ها ما میبینیم که اداره خوب سبب شده بسیاری از مشکلات در خانه و خانواده خود به خود حل بشه و اصلا به وجود نیاد. خیلی وقتها هم از اون طرف خدای ناکرده میبینیم در بعضی از خانواده ها به خاطر اینکه مرد خانه نتونسته اداره خوبی بر خانواده داشته باشه و اونطور که باید و شاید خانواده را سرپرستی بکنه، باعث شده که مشکلات بسیار زیادی در خانه و خانواده به وجود بیاد که بعضی وقتها خدایی نکرده به حدی میرسه که در نظر افراد خانه و خانواده این مشکلات دیگه لاینحله و دیگه نمیشه این مشکلات را حل کرد. به جایی میرسه که همه افراد خانواده یا یکی از اطراف خانواده اینها به حد یأس و ناامیدی میرسن و ادامه زندگی براشون کار مشکلی میشه. مثال های خیلی ساده ای هست برای حسن اداره. فرض بفرمایید خانه و خانواده ای که افراد در اون در طول روز مشکلات زیادی را تحمل میکنن، بچه ها مثلا رسیدن به سنی که باید مدرسه برن، خانم خانه کارهاش در طول روز خیلی زیاده، خسته میشه، مشکلاتی برای اونها هست، مثلا خانه اونها خانه کوچکیست، محیط خیلی بازی نداره، همه اینها سبب خستگی و افسردگی در خانه و خانواده میشه. این مرد هست که باید یه اداره خوبی داشته باشه، هم از جهت وقت، هم از جهت اینکه مثلا مالی را پسنداز بکنه. مثلا فرض بفرمایید آخر هفته ایام تعطیلی، سالی یک مرتبه، سالی دو مرتبه مسافرتی تدارک ببینه که این روحیه خستگی و افسردگی از دل زن و بچه و فرزندان و خانم خانه بیرون بیاد. اگر به این مسئله توجه نکرد که مثلا خانه اونها خانه کوچیکیه، خانه شلوغیه، بچه ها توش میخوان مدرسه برن، درس میخوان بخونن، مشکلات خانم خونه خیلی زیاده، تهیه غذا، تهیه مایحتاج زندگی، نظافت خونه، اینها دارد به خانم خونه فشار میاره، نسبت به اینها بی توجه بود و در اداره خودش اینها را مد نظر نگرفت، حسن اداره نداشت. خب بعد از یه مدتی میبینه کم کم خانم خونه افسرده شد، مشکلات تو خونه شروع شد، تحمل خانم خونه پایین اومد، میبینیم با بچه ها درگیر میشه، با خود شوهر نسبت به کوچکترین مسئله حساس میشه، اون حالت تحمل و روحیه یه صبری که در خانم خونه هست کم کم پایین اومده، مشکلات آغاز میشه. خب ریشه این مشکل چیه؟ مرد میتونه بگه به خانم خودش چرا اینطوره، چرا تحمل نمی کنی؟ بله زن تا اون حدی که میتواند و در توانشه باید تحمل بکنه، صبر بکنه، باعث نشید که جو خانه به هم بخوره، ولی در مرحله قبل این مرد هست که باید آرامش و برای خونه به ارمغان بیاره با حسن اداره. مثلا حسن اداره ایجاب میکنه این مقدار پولی که پسنداز شده الان خانواده به یک مسافرت برن، نه اینکه مثلا حالا یه فرش به خونه اضافه بکنن.
مرده که باید تشخیص بده الان اونی که مورد احتیاج خانه هست، مورد احتیاج خانواده هست، الان یه مسافرته برای آرامش اعصاب و اینکه مقداری از اون ناراحتی هایی که در طول یک ماه، در طول یک سال بوده برطرف بشه. یا به عکس، مرد خونه احساس میکنه الان خانه و خانواده احتیاج به فلان وسیله داره، این سفر خیلی ضروری نیست، باید پولش رو اینجوری خرج بکنه، مثلا فلان وسیله رو بخره تا خانم خودش در مشکلات خانه و خانواده راحت تر باشه. فرض بفرمایید که ماشین لباسشویی مثلا خوبی ندارن، خانم خونه خسته میشه از شستن لباسها، زیاد شده، خب پولی پس انداز شده. این حسن اداره مرده که باید بگید مثلا الان احتیاجه که به جای فلان سفر غیر ضروری این ماشین لباسشویی تهیه بشه. این مرده که باید بهترین تصمیم را برای زندگی بگیره. عاقل کسی است که بین خوب و خوبتر بتونه خوبتر را انتخاب بکنه، وگرنه خب اون که خیلی راحته، بین بد و خوب انتخاب راحته، آدم باید خوب را انتخاب بکنه، بد را کنار بگذاره. اونی موفق تر است که بین خوب و خوبتر الان میتونه وقتش را بگذاره، مثلا اضافه کاری بره، پول بیشتری برای خانواده به دست بیاره، یا نه میتونه وقتش رو بگذاره و خانواده رو به مسافرت ببره. هر دوش خوبه. حسن اداره اینه که اون کاری که بهتره و بیشتر مورد نیازه اونو انجام بده. پس حسن اداره یکی از اسباب بسیار بسیار مهم در پیشگیری از انواع و اقسام تنش‌ها، اختلاف‌ها و کینه هاست و مستقیما این وظیفه به عهده مرده و مرد است که در این مورد بازخواست میشه. مخصوصا در مشکلاتی که در خانواده رخ میده با فرزندان و با اولاد، این حسن اداره میتونه خیلی مؤثر باشه. اگر مرد بتونه حسن اداره داشته باشه در تربیت فرزندانش و در اداره اونها، مشکلاتش در آینده با نوجوانها و مخصوصا جوانها که معمولا خانواده با جوانها بیشتر مشکل پیدا میکنه، با اولاد تا وقتی که کودک هستن، کودک اون حالت به قول معروف کینه توزی و دشمنی ادامه دار و نداره، ممکنه یک کمی ناراحت بشه، بد خلقی بکنه و بعد خلاص میشه. این نوجوان و جوان هست که ممکنه تنش ها و دشمنی ها با اونها ادامه دار بشه و باعث مشکلات جدی در خانواده بشه. حسن اداره مرد با فرزندان و اولاد خودش میتونه خیلی جنبه های مختلفی داشته باشه که دیگه اینها را مرد باید هم خودش راجبش مطالعه داشته باشه، دستورات دینی را به کار بگیره. در بحث مثلا اقتصاد در برنامه های گذشته اقتصاد خانواده یکی از اون موارد را مثال زدیم. این مرده که باید با حسن اداره خودش کاری بکنه که بچه در حد وسط، نه در رفاه کامل که آینده تحمل هیچگونه مشکلی را نداشته باشه، نه در حد سختی که خدایی نکرده عقده هایی برای اون به وجود بیاره و مشکلات روحی و روانی براش به وجود بیاره، نه یه حد وسط. این اداره خوبه که مرد را وادار میکنه بهش بگید مثلا بعضی جاها از بعضی مسائل گذشت بکنه به خاطر اولاد خودش، بعضی مسائل را انجام بده به خاطر اولاد خودش، از بعضی کارها صرف نظر بکنه برای اولاد خودش و همینطور برای همسر و برای کل زندگی. مرد اگر بتونه حسن اداره داشته باشه در تمام این موارد میتونه تا 70%، 80%، حتی 90% از مشکلات را اصلا نگذره به وجود بیاد، در حالتی که خدای نکرده اگر این حسن اداره در او ضعیف باشه خیلی از مشکلات پشت سر هم اونقدر به وجود میاد که تا میاد یکیش رو حل بکنه
مشکل دیگری به سراغ او میاد. باز این مشکل حل نشده، مشکل بعدی چرا؟ چون اصل اداره خرابه. پس باید آقایون انشاءالله راجع به این مسئله فکر بیشتری بکنن، ببینن چه راههایی هست برای اداره بهتر خانواده و اینکه چه جوری سطح آگاهی خودشون رو بالاتر ببرن تا به انشاءالله بهتر بتونن خانه و خانواده را اداره بکنن. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی همه مردان را در اداره بهتر خانواده خودشون موفق بکنه. تا برنامه بعد شما به خدای بزرگ می سپارم.